بیل های 22 تن، 22 تن زنجیری، لودر 7 تن معدنی، لودر 5 تن و همینطور بیل لاستیکی. به لطف خدا بعضی از این محصولات که سالیان سال بود در شرکت تولیدش متوقف شده بود مجدد به تولید رسید، مخصوصا لودر 7 تن که یکی از لودرهای مورد نیاز معادنه و چیز حدود تقریبا میتونیم بگیم که نزدیک به 10 سال 12 سال تولیدش در شرکت متوقف بود و به لطف خدا به تولید رسیده با تغییراتی که به روز رسانی شده و امروز ورژن جدیدی از این محصول داره ارائه میشه از لودر 7 تن‌مون. امید داریم تا پایان سال بتونیم قطعات تراک هامون رو دریافت بکنیم و از ابتدای سال بتونیم تراک های معدنی رو انشالله رو نمایی بکنیم و به مشتری ها تحویلشون بدیم. شرکت خدا رو شکر به لطف و تلاش همکاران من وضعیت مناسبی رو داره، تولیدمون آغاز شده، البته ظرفیتمون کامل نیست، قاعدتاً بایستی با حمایت مسئولین بتونیم این ظرفیت رو افزایش بدیم. تقریبا نزدیک به 140 تا 150 دستگاه در سبد قراردادیمون داریم و امیدواریم انشالله در سال آینده با افزایش ظرفیتمون بتونیم این عدد رو به بالواقع رشدش بدیم. من انشالله امید دارم تو سال آینده ما بتونیم به یک ظرفیت حداقل بین 500 تا 600 دستگاه رو برسیم. ظرفیت ما یک ظرفیت حدوداً تقریبا 3000 دستگاهیه و این چیزی که داریم تولید میکنیم الان من باید بگم شاید حدود 20 تا 30 درصد ظرفیت ماست. مشغول آماده سازی این دستگاه بیل مکانیکی هستیم برای تحویل به مشتری H100BE که خیلی مشکلات عدیده ای ما داریم، ولی با همه این مشکلات بکنم این دستگاه رو بشه سالی 100 تا لاغت تولید کرد. ملازم میفرمایید مربوط فولاد خوزستان هست، پروژه استیل هست، کار های تکی هست که با در واقع تخصص و توان بچهای هپکو در حال انجام است و در واقع پروژه دیگری هم که برای اولین بار در صنعت تولید اجرا شده پروژه باکس شاول هست که اولین بار در ایران تولید و در واقع ارائه خواهد شد. شرکت هپکو یک امکان برای صنعت ماشینالات کشوره، امکانی که در سالهای دور و گذشته برای سرمایه گذاری شده. امروز باید سیستم و حاکمیت از هپکو بخواد که باید ماشین تولید بکنه. اگر امروز هپکو میگیم قابلیت تولید ماشین نداره باید دنبال علتش بگردیم، نباید صورت مسئله رو پاک بکنیم. ما یک بازار بزرگی رو در اختیار داریم، امروز به نوعی این بازار حراج شده برای ماشینالات دست دوم وارداتی به کشور. دقت بفرمایید، نه برای ماشینالات نو، برای ماشینالات دست دوم. ما تنها مصنوعی رو تولید میکنیم که واردات دست دومش به کشور آزاده. شما یه لحظه فکر بکنید این اتفاق رو برای هر صنعت دیگری رقم بزنید، اون صنعت نابود میشه. اگه امروز ما داریم تولید میکنیم، اگه امروز ما داریم رقابت میکنیم، یعنی نشون میده که شرکت از یک بنیاد بسیار بسیار قوی برخورداره که داره رقابت میکنه، وگرنه هر صنعت دیگری بود از بین میرفت. به همین خاطر قدر این صنعت رو بدانیم، نه به عنوان اینکه من اینجا کار میکنم، به عنوان اینکه این بیت المالیه که به امانت در اختیار ماست.